بله، خامنه ای در دیدار 29 فروردین خودش با دانشجویان دستچین شده بسیجی در دفاع از خصوصی سازی نکاتی گفت که قابل توجهه. قبل از اینکه به منظور و هدف خامنه ای به دفاع از بخش خصوصی بپردازیم، بذارین ببینیم که تعریف واقعی خصوصی سازی و هدف از اون در دنیای متمدن و خارج از فرهنگ آخوندی چی است واقعا. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی یک مؤسسه اقتصادی است، یعنی افراد صاحب سرمایه یا مؤسسات یا بنگاه‌هایی که مستقل از دولت فعالیت اقتصادی دارند با جاری کردن سرمایه‌های خود در فعالیت‌های تولیدی به بازدهی آن کمک می‌رسانند و باعث تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها در کشور می‌شوند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می تواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها و کوچک شدن اندازه دولت باشد. خب، آیا منظور خامنه‌ای از خصوصی‌سازی اینه؟ مطلق این نیست. و چنین مفهومی از خصوصی‌سازی در فرهنگ اقتصاد آخوندی وجود نداره. دلیلش خیلی ساده. بعد از به قدرت رسیدن خمینی و باندش، تمامی کارخانه ها و صنایع پایه ایران، پالایشگاه ها، معادن، صدها بانک ها، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن، پست و تلگراف و تلفن، رادیو تلویزیون و حتی کشاورزی و دامداری در اختیار حاکمیت و عوامل وابسته به اون قرار گرفت. بخش خصوصی در ایران همون سپاه پاسداران و آقازاده ها و گردن کلفتای حکومت هستند. بنابراین وقتی خامنه ای صحبت از خصوصی سازی بیشتر اقتصاد میکنه، منظورش واگذاری تتمه سرمایه های هنوز غارت نشده ایران به عوامل خودش در ساختار حکومتیه. خلاصه اینکه تا وقتی که باندهای فاسد و سپاه پاسداران غارتگر به سردستگی شخص خامنه ای بر مقدرات مردم و میهن ما حاکمند، تغییر شرایط اقتصادی اجتماعی ایران تنها و تنها در گروی سرنگونی این رژیم فاسد و دو سالار است.